اینجا گوش شنیدید که از یه نفر میپرسن بچه کجایی؟ میگه بچه تهران. میگن کجا میشینی؟ میگه هر جا که خسته میشم. حالا حکایت منه، هر جا که یک تلویزیونی باشه و دوربینی و امکاناتی برای ارتباط با مردم ایران، اونجا خونه منه. حالا به دست تقدیر، به قول مامال امریکایی، نشستم تو فرودگاه مهرآباد نیویورک، حالا با یکم تخفیف فرودگاه مهرآباد قبرس. به محض ورودم با یه استقبال خیلی خیلی گرم روبرو شدم. البته نواسه خودم. به قول قدیمی ها، شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه بگی دانه دانه. این نیکو دوستمه، یه دختر خوشگل و مهربون و خوش زبون که البته فکر کنم همه تون از طریق برنامه هایی که تو تلویزیون داره میشناسینش. نه بابا اشتباه فکر نکنید، از اینجور دوستی ها منظورم نبود، یه دوستی خیلی خیلی معمولی. سلام عرض میکنم خانم. سلام آقای شروین، خوش آمدید. متشکرم، قبول زحمت فرمودین تشریف آوردید. خواهش میکنم. منظورم اینم نبود، نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی. بالانس نداریم دیگه ما ایرانی ها. سلام. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی. چطوری دختر خوب؟ مرسی. پرواز چجوری بود؟ خوب بود؟ بدک نبود. خوبه. اوکی، مرسی. فرمون این طرفه. این این عقب مونده های اجتماعی هیچی ندیده، اولین سوتی رو دادم. چیه نگرانی؟ همش فکر میکنم داری تو لاین اشتباه حرکت میکنی. خداییش اولشه، کم کم عادت میکنی. اینجا نیکو جان سر پیش، اگه یه نفر مثل من تازه وارد و ناشی باشه که کارمون تمومه که عزیزم. چه خفن اینجا. رسیدیم. اینجا خونه است. باورتون نمیشه پشت اون چهره مهربونی که تو برنامه قاصدک میبینی چه اعجوبه‌ای نشسته. دختره یه جوری رانندگی کرد که جد و آبادم اومد جلوی چشما. ولی به محض دیدن استودیوی جدید همه چی یادم رفت. به به، خونه جون میداد واسه ساختن یک سریال خوب و قشنگ. بازم به قول مامال امریکایی، پام به یکی از این اتاقا برسه دیگه با بیل الکتریکی هم نمیتونن بیرونم کنن. خب اینم استودیو ماست. همه خب الان خیلی خسته، اینه میشه همش رو بهت نشون بدم. بریم فعلا اتاق رو بهت نشون بدم، بعدا اینجا رو میبینی. خب موافقم. بریم.
خوش اومدی. این هم اتاق شما. خب نیکو خانم، ما کی میتونیم خانم مدیر رو ملاقاتش کنیم؟ بابا حالا چقدر عجله داری تو؟ تازه آخر هفته است، دفترم بسته است، سارا جونم یه شهر دیگه است. ببین بذار پس ورده با هم دیگه میریم میبینیمش، تو فعلا استراحت کن. اوکی. خب بس که دو ساعت دیگه میام دنبالت که با هم دیگه بریم بیرون شام. سارا جون گفته که بعد به مهمون عزیزش کلی خوش بگذره. پس تمام سعیتون رو بکنید، چون به این سادگی ها به بنده خوش نمیگذره. خیلی خب، من یکی دو ساعت دیگه میام دنبالت بریم شام بیرون. خب فعلا خدافظ. آخش، بالاخره اومدم. یعنی تو منو آوردی. چقدر دعا کردم که یک راهی باز بشه که دوباره بتونم با مردم ایران ارتباط برقرار بکنم. امروز تو جواب دعاهای منو دادی. خب، حالا باید چجوری شروع بکنم؟ فکر میکنم میدونم که اولین برنامه‌مو چجوری میخوام بنویسم. به نام خدا، نور یا تاریکی، قسمت اول. نور وارد صحنه می شود. آقا دیدید بعضیا رو یه جوری در مورد خدا حرف میزنن که انگار خدا بقال سر کوچه‌شونه و وظیفه‌شه که جنس رو جور کنه و بذاره رو پیشخون، وگرنه داد و هوارشون بلند میشه به آسمون. ای بابا ولم کن، حال ندارم بابا. چیه؟ چی شده هوار میکشی؟ برو بابا، تو هم دلت خوشه. حالا بگو چی شده، شاید بتونیم برات یه کاری بکنیم. آقا یه چند سالی بود لنگ یه خونه بودم. خب به جماله دعا کردم، گفتم آ خدا جور کنه یه خونه ای واسه ما ردیف کنه، از این در به دری آزاد شیم. آقا زد و بعد از یه مدت خونه ردیف شد. بارکالله. بعد دیدم بدون ماشین که نمیشه زندگی کرد، گفتیم خدایا کارت خیلی درسته، بدن رو این ماشین رو واسه ما ردیف کن. آقا یه مدت گذشت ماشینم ردیف شد. آفرین. بعد دیدم ای دل غافل یه کار درست و حسابی این وسط کم دارم. آقا الان چندین ماه دارم دعا میکنم، انگار نه انگار این خدا حواسش پرت پرت جون تو. اصلا میدونی چیه؟ خدایی وجود نداره جونم. کدوم خدا؟ اگه خدایی وجود داشت که میدونست که الان من بدبخت دارم بیکار و بیار میگردم. که از اینجور آدم ها خیلی زیادن ها. نه 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 اشتباه نکنید، منظورم شما نیستید، منظورم آدم هایی مثل اینه. برای اینکه موضوع خوب براتون باز بشه میخوام یک داستانی رو براتون تعریف بکنم. ای بابا باز دوباره نمایش، یه مدت بود راحت بودیم ما، باز دوباره این برگشت. بذارم همچین فکش بیاد پایین مرد که بیکار. با اون چی کار داری؟ بنویس شروین جان، بنویس عزیزم. خوبه به این نمایش نگاه کنیم. یک شبی شروین قصه ما خواب دیده بود که رفته تو دنیای فرشته ها و از نزدیک داره کارهای اونا رو تماشا میکنه. آقا سلام. سلام. اینجا کجاست؟ شما کی هستی؟ اینجا بخش دریافته. یعنی چی؟ یعنی اینکه دعاهایی رو که مردم برای خدا میفرستن
ما اینجا چیکار میکنیم؟ دریافت میکنیم، یعنی دریافت. متوجه شدی؟ واو چقدر هم سرتون شلوغه. خسته نباشید. بله ممنونم، خدا نگهدار. خداحافظ. خب بچه ها، این نامه ها جواب دعاهای مردمه، بهشون برسون. بای بای. بای بای. سلام. اه سلام، شما کی هستید؟ اینجا کجاست؟ اینجا بخش ارساله. یعنی چی؟ یعنی ما جواب دعاهای مردم رو براشون میفرستیم. آه چقدر هم سرتون شلوغه. اوکی خسته نباشید. متشکرم. بای بای. اوکی بای بای. سلام. سلام. شما هم فرشته هستید دیگه؟ بله. پس چرا شماها بیکاری؟ اینجا بخش تاییده، یعنی آدم ها وقتی جواب دعاهاشون رو گرفتن فقط باید تاییدش کنن. خب مردم چجوری میتونن جواب تایید رو بفرستن؟ فقط کافیه بگن خدایا شکرت، ولی هیچ کس برای ما پیغامی نمیفرسته، ما همش بیکاریم. نمایشو دیدی؟ متاسفانه بشر عادت کرده که فقط بخواد، هی بخواد و هی بخواد، و وقتی هم که میگیره به جای تشکر چیز دیگه ای میخواد. اما آیا واقعا رابطه ما با خدا به خاطر چیزهایی که به ما میده؟ بله تشکر داره. وقتی که به زیر نور عیسی مسیح میایم، رابطه ما تبدیل میشه به یک رابطه پدر و فرزندی. بله، و این رابطه جواب خیلی از سوالهای بشره. امروز انتخاب با شماست که نور رو میخوای یا تاریکی. ای چه بدشه، خوشم هم میاد که همچین میکنی. یک حالی از این بگیرم با این اسکریپتاش. برو با همین خیال باش. آفرین، برای امشب بد نبود. منم میخوام امروز بهت بگم که ازت ممنونم به خاطر همه چیزهایی که بهم دادی و ندادی. برای من مهمتر از همه چیز خودتو هستی. دلم میخواد زیر نورت بمونم. امروز من انتخاب میکنم که نور باشم. آره نور. خوردن نان برای قوت دوباره کار، شبیه دوره نور شده دوران، بار سنگین گناهان قد کوه بشت انسان، که امروز با کول باری از غم و غصه دیروز، چشمامون کوره اگر نور رو نبینه نازنین، عمرمون حروم میشه تلف میشیم روی زمین، چشمامون کوره اگر نور رو نبینه نازنین، عمرمون حروم میشه تلف میشیم روی زمین.
امروز هست همان تکرار دیروز، که امروز با کل باری از غم و غصه دیروز. دیدم شیرایان پلنگان میخورم اما نه هرگز، هیچ یک همتای خود را چشمامون کوره اگر نور رو نبینه نازنین، عمرمون حروم میشه تلف میشیم روی زمین. چشمامون کوره اگر نور